با چند کلیک جلوه مهر رو توی کارت اضافه کن. سلام، چطوری؟ دیگه آموزش فوق‌العاده دیگه براتون آماده کردیم. ما چند آموزشه که داریم و میپردازیم به بحث پست پروداکشن، که در پست پروداکشن یک سری المان‌های فوق‌العاده ای رو به ما میده که شما میتونی از این المان‌ها استفاده کنید و رندرهاتون رو فوق‌العاده طبیعی‌تر کنید. یکی از این المان‌ها المان زی‌دپته که ما در زمانی که رندر فاینال می‌خوایم بگیریم، حالا با هر موتور رندری که کار می‌کنیم، چه ویره، چه آرنولد، چه موتور رندر کرونا، شما به راحتی می‌تونید قبل از اینکه رندر فاینال بگیرید این پس رو اضافه کنید، پس زی‌دپت. پس زی‌دپت دو قابلیت فوق‌العاده‌ای رو در اختیار ما قرار میده که ما می‌تونیم با استفاده از پس زی‌دپت جلوه دپت آف فیلد رو داشته باشیم و بحث شبیه‌سازی مه رو می‌تونیم به راحتی در پست پروداکشن توی کارهامون داشته باشیم. بریم ما هم ببینیم. خب تو این صحنه‌ای که الان من اینجا دارم با نرم افزار 3D Max حالا با موتور رندر ویری کار شده، ولی شما با هر موتور رندری و با هر نرم افزاری که کار می‌کنید به راحتی میتونید پس زی‌دپتتون رو ات بکنید قبل از اینکه می‌خواید رندر فاینال بگیرید. خب من میام در قسمت تنظیمات رندرینگ و در قسمت رندر ستاپ و در قسمت تب رندر المنت. ما اینجا در قسمت رندر المنت ها یک پسی رو دارم به نام زی‌دپت. ویرای زی دپت اینجا اد میکنید و بعد از اینکه اد کردید، یعنی من اینجا قبلا ادش کردم، میایم پایین توی گزینه هاش و اینجا حالا یک زی دپت مینیمم و زی دپت ماکسیمم داره که اینجا میتونید تعیین کنید که چه میزان باشه. حالا اون محدوده ای که میخواین، حالا جلوه دپت آفت فیلد رو تعیین کنید که فوکوس فلو میخواد اتفاق بیفته، یا برای اون مهی که حالا میخواین شبیه سازی بکنید. که حالا من چون یک محدوده وسیعی رو اونجا در نظر گرفتم، از خود استارت اینجا مینیمم هم دیگه از خود دوربین شروع میشه و ماکسیمم هم میزانی که دقیقاً حالا شما میتونید با توجه به محدوده‌ای که میخواین تعیین بکنید. خب من یک رندر بگیرم ببینیم. خب میبینید که حالا این رندر منه و الان اگه بیام در قسمت پس زی‌دپت خودم و اینجا من پس زی‌دپت رو پیدا کنم، بله میدید این محدودی که الان در نظر گرفته. خب حالا من اینا رو قبلا سیف کردم، میام داخل فتوشاپ. خب من داخل نرم افزار فتوشاپ حالا اون رندر بیوتیم آوردم، رندر اصلیمو و پس زی‌دپت آوردم که ما به مابقی پس ها کاری نداریم. حالا تو این آموزش من پس زی‌دپت خودم کنترل A کنترل C کپی میکنم و روی این لایه میخوام اضافه بکنم، ولی قبلش حالا باید این رنگی که برای حالا اون اتمسفر یا اون مهی که میخوایم توی صحنه هم باشه باید در نظر بگیریم. من حالا میخوام رنگ سفید باشه و بعد یک لایه اول اضافه میکنم، Alt Back Space رو میزنم که رنگ رو به لایه هم نسبت بدم و بعدش میام یک ماسک اضافه میکنم. و ما نکته بسیار مهمی که از باید اون پس زی‌دپت خودمون در قسمت ماسک اضافه بکنیم، من Alt اون نگه میدارم روی قسمت ماسک هم کلیک میکنم که ماسک هم اینجا ببینم و بعد Ctrl V میزنم که پس زی‌دپت من اینجا اضافه بشه. و الان من به خاطر اینکه اون بک‌گراند من حالا اون غلظت مه بیشتری رو داشته باشم و فورگراند من جلوی دوربین من حالا کمتر باشه، محدوده تیرگی و روشنایش رو میخوام برعکس کنم، کنترل آی میزنم و میبینید که برعکس شد و بعد روی لایه اصلیم کلیک میکنم و میبینید که جلوه فاگ اضافه شده به صحنه ما که فوق‌العاده است. و الان میتونم بیام در قسمت حالا لایه پس زی‌دپت هم اونجا انتخاب کنم و بعد بیام در قسمت ایمیج ادجاستمنت ها، مثلا ادجاستمنت لیول انتخاب کنم و با تغییر دادن محدودی لیول اون میزان غلظت فاگی که میخوام حالا به سمت عقبتر ببرم، یا اون محدوده بک‌گراند هم بیشتر تحت تاثیر قرار بده یا بیشتر در قسمت فورگراند هم تاثیر اون فاگ رو داشته باشم. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. حتما ما رو فالو کنید، مابقی آموزش های ما رو ببینید، خیلی خیلی کاربردی هستن. حتما این آموزش رو برای دوستانتون بفرستید اگر مفید بود. موفق و پیروز باشید.